بلد هستن اجازه بدن من خودم ترجمه میکنم، چون اگر قرار هستش که یک به حساب به شکل موازی صحبت بشه به مشکل میخوریم. لذا سرکار خانم توضیحات رو میدن، بنده عرض کنم خدمت شما ترجمه میکنم و هر جا سوالی بود حتی اگر عربی بلد بودید اجازه به سوالتون رو به فارسی بفرمایید که من ترجمه کنم که بتونیم در حقیقت همه دوستان اون دانش رو داشته باشن. اهلا و سهلا فیکی ست علا، افتح المیکروفون اذا في مجال من عندك. اهلا اهلا باشمهندس عباسی، مرحبا فيك. خانم آلا مارکتینگ منیجر شرکت ایسلا هستن از همکاران بنده و خدمتتون عرض کنم همینجور که گفتیم قرار ما پلتفرم ایسلا رو امروز توضیح بدیم. لذا اگر اجازه بدید از الان جلسه رو کلن و کامل رسمی اعلام بکنیم که ایشون به حساب این اقدام رو بکنن. ست علا بدک تفوتی على پیج و توضحین نه بشکل نظری، والله عندک ای مقدمه بدک اولیه والله شو اوکی تمام فيك تفوتي يلا عندك الامكانيه انك تفوتي على البوم من عندك مشان الشباب يشوفوا. اعملي شيرينج لل اعملي شيرينج لل للهذا اكيد الصفحه تبعك. اوكي تمام شايفين كده؟ ايوه بالضبط. تفضلي. طيب السلام عليكم. بدنا احنا بنمثل شركه كوترافيمو اللي هي شركة شقيقة لأجيركو. عموما مكتبنا الرئيسي هو بدولة البرازيل، بس عندنا فروع في البرازيل، في الإمارات، فيتنام وغرب أفريقيا. فقمنا بتطوير منصة إلكترونية. أعطيني مجال بس مشان الترجمة. أوكي. خب خدمت شما عرض کنم که خانم آلا سلام کرد خدمتتون و به شما گفت که ما شرکت کوترافی ما هستیم با پلتفرم ایسلاح و در حقیقت سیستر کمپانی شرکت گیرکو. دفتر مرکزی ما در برزیل هستش و دفاتر دیگه‌مون در عرض کنم خدمت شما دبی و ویتنام هستش. تفضلی. فقامت الشركة بتطوير منصة إيصلا اللي هي أول وأكبر منصة لتجارة السلع الغذائية. شركات كوترافيما در حقیقت این پلتفرم رو که بزرگترین و اولین پلتفرم مواد غذایی جهان هستش رو ایجاد کرده. فبنشتغل كيف في إيصلا؟ إيصلا احنا بنتعاون مع موردين ومصانع لتموين عملائنا بأجود أنواع السعر السلع وأفضل الأسعار من غير أي وسيط. خب إيسلا در حقیقت اومده یک پلتفرمی رو ایجاد کرده، یعنی پلتفرم إيسلا در حقیقت پلتفرمیه که شما میتونید بدون هیچ گونه بدون واسطه به راحتی از بهترین شرکت‌های که اینجا انتخاب شدن شرکت های مواد غذایی شما به براحتی خرید بکنید. عمده شرکت ها من توی اینو تو پرانتز خودم بگم، عمده شرکت های ما آمریکای لاتین هستش و ویتنام. تفضلی. طب هذا هو شکل المنصه. اول ما ندخل اللي هي عندنا الهوم پیج، این تصویر اصلی پلتفرم هستش. عزیزانی که همزمان چیز میکنن من الان عنوان پلتفرم رو هم اینجا واسهتون می‌نویسم. تفضلی. فبنلقى كل المنتجات معروضه بالاسعار اللي هي سعر الطن FOB. خب همین جوری که می‌بینید خدمتتون عرض کنم که تمام کالاها به شکل FOB وجود داره، یعنی قیمت کالاها به شکل FOB توی همه روی هر کالایی که شما کلیک بکنید به شکل FOB وجود داره. ست علاء في شغله بظن ما وضحتيها انه اي واحد بده يفوت على هذا الموضوع لازم يعمل ريجستريشن من حيث دخل الايميل. هذا موضوع مهم ارجو
انك توضحي مشان يعني لان بتجي اعلانات اعلانات على البريد الالكتروني، بتجي دعايات وبيبيع، وبنفهم انه هو شو اساس عمله، بايع او شاري، هاي بدنا نفهمها كمان. ايوه بالضبط كده. في اول ما نخش على البلاتفورم من غير اي ريجستريشن، بيظهر عندنا انه احنا لازم نعمل ريجستر او نعمل ندخل على نسجل بياناتنا عشان تظهر لنا، ايوه تحصل البوب اب كده عشان تظهر لنا الاسعار. برای اینکه شما بتونید قیمت ها رو کامل از این پلتفرم بگیرید، اولین مرحله که باید انجام بدید مرحله ریجستریشن هستش. در حقیقت شما به کالاتون رو باید اینجا ریجستر کنید و اسمتون، مشخصاتتون رو ریجستر بکنید. حالا باز میگم یا فروشنده یا خریدار، دوتاش هم میتونید انجام بدید، باید ریجستر کنید. فونس ندخل عليه بصر عندنا كل الأسعار لكل السلع الموجودة عندنا، دي السلع الجديدة كالاي جديد. بعد كده عندنا دي الكاتيجوريز بتاعت كل السلع اللي هي الموجودة، أغلبها اللي هي سلع زراعية أو raw material زي ما بنقول. در بالای پیج همیشه آخرین کالاهای جدید میاد و بعد از اون کاتگوری های مختلف کالاهای چیز. مثلا فرض کنید برنج خودش یه کاتگوریه، چون چندین مدل برنج وجود داره دیگه، خود برنج یه کاتگوریه، یا بادام هندی، یا مثلا فلفل سیاه، همه اینا یه کاتگوریه. تفضل. عندنا هنا تحت دل البست سيلرز اللي هي أكثر حاجات إحنا بيجينا على طلبات من هي المنتجات اللي هي السنفلاور أويل، البلاك بيبر، الروز البسمتي، والآير آر آي 6 لونج غرين بروكن اللي هو ده مش أكثره على أفريقيا، والبسمتي مش أكثره على الميدل إيست. اینجا همینجور که میبینید چیز مختلفی در حقیقت داریم، روغن، فلفل، حالا برنج هستش و حبوبات اینا. در حقیقت حالا مثلا برنج میاد خیلی زیاد برای خاورمیانه است، حبوبات برای آفریقا زیاد استفاده میشه، روغن همینطور. الان نحوه به حساب تعامل رو هم میگه خدمت. تفضلید. ننتظر على الصفحة الثانية اللي هي الماركت بليس، بيكون موجود عليها كل المنتجات اللي هي 42 منتج موجودة بإيصالة. حتى ممكن تكون نفس المنتج بس الفرق في الأحجام، في الأنواع. يعني إذا إحنا بناخد باي كاتيجوري حنلقى برضو نفس الكاتيجوريز كلها قاعدة بالطرف، لكن فيها سب كاتيجوري، يعني كل كاتيجوري جوا بكون فيها متقسمة. الأويل بيجي عليها السويبين، السنفلاور، البالم أويل، وهكذا، وينطبق هذا على كل الكاتيجوريز. خب توی این جدول سمت چپمون در حقیقت اومدیم به جای اینکه تصویری باشه فهرست باره و هر کاتگوری رو ساب تایتلاش رو مشخص کرده. مثلا مثل روغن که فرمودن، مثلا روغن آفتابگردان هست، روغن پالم هستش، روغن ذرت هست و به همین شکل. إيصالة قبل ما نطلب، إذا أنت ما حابين تطلبه ممكن عندنا خاصية اللي هي الويش ليست، اللي هي دي مثلا أنا ممكن أكون فيها برودكت أنا عندي معه علاقة أو عايز أعرف علاقته لقدام، بضغط عليه هنا بدخل عليه عند الويش ليست اللي هي بتطلع هنا. تمام، دي البرودكتس كلها أنا كنت عايز أتابعها دائما، فأخذتها في الويش ليست. فالأسعار وقت ما تتغير هنا بتتغير عندي هنا، أسعارنا بتتغير based على international market prices، وما في أي it's the lowest price you can get لأنه ما في أي وقت. أوكي هلا بدي ترجم عربي. خب عايز كنام خدمتكم که توی این محصولاتی رو که در حقیقت شما اینترست هستید رو همینجوری که دیدید یه دونه آپشن داریم، این که تحت عنوان your wish list هستش که شما این رو میتونید اونجا در حقیقت به محض اینکه تغییری ایجاد بشه شما اون تغییرات رو بلافاصله میتونید ببینید. و مثلا فرض کنید شما تاجر عدس هستید با مثلا لوبیا،
دیگه برنج براتون مهم نیست. این میاد مرتب اونی که شما در نظر دارید رو، اون هوش مصنوعی میاد اونی که شما در نظر دارید رو مرتب به شما آخرین تغییرات رو نشون میده و قیمت‌ها ما باز عرض می‌کنم خدمت شما با توجه به اینکه داریم با مزارع کار میکنیم، یعنی از مزرعه مستقیم مشتری ما داره خرید میکنه، لذا کمترین قیمت ممکن رو شما میتونید اینجا پیدا بکنید. فضل نجي للخاصية الأهم اللي هي الفاتورة الوقتية اللي هي الانستنت كود. أنا كعميل حاب يعرف البلاك بيبر ده اللي هو إحنا ظاهر عندنا ده السعر للطن الواحد، لكن أنا عايز كونتينر 2-3-4. فنجي للخاصية الانستنت كود. أيوة بيظهر عندنا البلاك بيبر، هذا هو شكله كويس، وبيظهر عندنا اللودينج اللي هو بير تن اللي هو كم الكونتينر بياخد هنا اللودينج بتاعه 15 ام تي. فانا بجي بختار هنا الدوله اللي انا عايز اخدها ليتس سي. بس لحظه انا بدي لهون ببینید یکی از چیزهای خیلی خیلی مهمی که یه خریدار حتما نیاز داره ما بهش اطلاعات بدیم اینه که فرض فرمایید توی یه کانتینر مثلا 40 تن یا 20 تن چه حجمی جا میشه. تن ما تناژ میدونیم، مثلا یه 20 تن یه 20 فوت دیگه 27 تن بار میکنه، هر چی باشه 27 تن بار میکنه، اما یه موقعی حجمش اجازه نمیده. مثلا شما توی یه کانتینر 20 فوتی پفک چیتوز وقتی میخوای هم بکنید خودتو بکشید 3-4 تونه دیگه، بیشتر نیست، چون حجم داره این کالا دیگه، چیز نیست، وزن نداره. پس اینجا خود چیز به شکل اتوماتیک الان اینجا مثلا به شما گفته یه کانتینر 20 فوت 15 تون میتونه بار کنه. حالا بقیهش جالب تر میشه. فضلی هنش نختار الدولة اول حاجة احنا عايزين عليها الكونتينر اللي هي دي الدول القاعدة اللي هي أي دولة في العالم. تركي اخترنا تركيا، اختار أي بورت على تركيا، دي أي بورت في تركيا، هنختار بورت مرسين. كونتينر 20 فيت، اختار كم عدد كونتينر احنا عايزين 2 containers من بلاك بيبر اللي هي حيتغير باي ديفولت اللودينج بقت من 15 على 30 طن، وحنطلب الانستنت كود. حتظهر عندنا الانستنت كود بيكون تحت. اوكي شير انستنت. خب من یه توضیح اینجا به شما بدم. الان اتفاق خیلی جالبی که واسه این پلتفرم ایجاد کرده اینه که ما در حقیقت علاوه بر این که قیمت‌های بروز کالا رو داریم مرتب آپدیت می‌کنیم توی این پلتفرم، یک اتفاق خیلی سخت ولی جالب رو داریم انجام میدیم، اینی که با شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خاصی توافقات و قراردادها و اگریمنت هایی رو امضا کردیم. اینها ما الان سایت ما به اونا وصله و مرتب قیمت ها علاوه بر اینکه قیمت های خاص به شرکت ما میدن، میان در حقیقت قیمت های میان در حقیقت زمان حرکت کشتی و قیمت حمل رو به شکل CIF و CNF هم به شما میدن. کما اینکه دیدید که اونجا الان انتخاب کرد مثلا دو تا کانتینر فلفل سیاه و خدمتتون عرض کنم که برای مرسین ترکیه، برای بندر مرسین ترکیه، اینجا الان قیمت کلی رو شما میتونید راحت اینجا ببینید، قیمت حمل رو هم دادن. بفرمایید.
تفضلي ست ألا. طيب حتصل عندنا الفاتورة بهذا الشكل اللي هي التفاصيل اللي فيها، حيورينا إنه الكونتينر حجمه 20 فيت، اللودينج للاثنين كونتينر مع بعض اللي هي هتكون كم؟ 30 فيت، لأن الكونتينر واحد 15 فيت التوتال لودينج. حيوريك الأوريجين بتاع المنتج اللي هو جاي من البرازيل، اللي هو فلفل أسود برازيلي أصلا. الديستنيشن إحنا طالبين عليها حسب دخلناه كانت ميرسين تركيا، وحيدينا السي اي اف برايس بير متريك تون اللي هي بعد ما يحسب هنا النوع الكوموديتي والسعر بير متريك تون والتوتال زائد الشيبينج اللي هو 5000 من البرازيل على ميرسين، حيدينا التوتال. لكن التوتال بير متريك تون اللي هو سي اي اف بلس الشيبينج هذا هو. خب همینجوری که من قبلا توضیح دادم، ببینید الان دقیقا شما قیمت CIF پر تونج رو در حقیقت قیمت توناج هر تون رسیده به مثلا اون مقصدی که قبلا مشخص کردی رو اینجا به شما میده. تفضلی. اوکی. بعد کده عندنا الخاصية إنه إحنا نعمل. هاي فاتورة مبدئية بتعتبر فاتورة. هذه فاتورة مبدئية. خب يعني بيند يعني يه بروفورما إنفويس. أيوة. إن يه بروفورما إنفويس. عشان إحنا إذا العميل حابي to move forward ممكن يعمل book now، وإحنا حيجينا الطلب بتاع العميل بنفس الصورة دي، إنه العميل كذا 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 اللي هو دي بيانات العميل هتكون، لأنه أنا حصل عليه عملة ساين بيانات العميل وإيميل ورقم تليفون وكذا كذا كذا، بيطلب السلعة بلاك بيبر أستا على ميرسي. ده إذا هو داس على بوكنا. العميل برضو عنده الخاصية إنه يطبع هذه الفاتورة أو ينزلها على المحمول. خب توی مرحلة در حقیقت سه گزینه داریم. یعنی من الان میخوام، اومدیم یه فلفل رو انتخاب کردیم و قیمت گرفتیم، مشخص شد که این فلفل از مبدأش از مزارع چیز هستش، از مزارع برزیل هستش و پرفورما اینوایس اولیه تهیه شد. من سه تا کار میتونم بکنم. یک، میتونم این همون الان همون لحظه بوک بکنم، یعنی درخواست کالا بکنم که بلافاصله درخواست کالا شما میاد تو پلتفرم و مرحله بعدی انجام میشه. دو، خدمت شما عرض کنم که این رو چاپ بکنم، ممکنه میخوام به مدیرم نشون بدم یا ببرم برای بانک و داستانهای دیگه. سه، اون رو در کامپیوترم ذخیره بکنم و تحت یه ایمیلی برای کسی ارسال بکنم. ندخل از عمیل قرار نعمل بکنم. آقای زایدی خیلی خوش اومدین. رساله به جیفو اینو thank you your code has been booked. احنا هنتواصل معاهو for further تعامل. خب بلافاصله اینجا یک در حقیقت یه پیام به شما داده میشه اگر شما بوک بکنید، به شما میگه که خیلی متشکرم که چیز کردید، ما با شما به زودی تماس خواهیم گرفت. یه دوست عزیزی یه سوال کرده بود، لحظه خلی که لنه فی رسائل امی بعتوها بروز جان، باید زحمت خوندنها رو بکشی. چطور میشه صفحه آرایی بزرگ رو تمام کرد؟ روی خود اون چیزتون فعال میشه، دوبار روی اون تصویر کلیک بکنید صفحه اون صفحه بزرگ میشه. همزمان میتونید اصلا برید روی وبسایت ایسلا همه اینا رو ببینید خودتون. خب در خدمت دوستانم. تفضلی. تمام. هلا اذا خلص التوضيح انا بعدين عندي اسئله وكمان بجوز الشباب كمان. ان انا خاصيه بس زياده اللي هي الميكست كونتينر. دي ان شاء الله حتنزل قريب. احنا اوريدي حصل لها ديفلوبمنت، يعني حصل لها تطوير من التيم بتاع التطوير بتاعنا، اللي هي ممكن العميل يطلب كونتينر
ميكس بين كذا كوموديتي، لكن لازم يكونوا من نفس النوع. يعني انا اذا بدي اطلب، يعني انا اذا بدي اطلب كاكاو زائد قهوه زائد فلفل، ايوه لا ما ممكن معه فلفل، ممكن كاكاو مع قهوه مع حاجات ممكن اللي هي تحصل لها ميكس مع بعض، اللي هي انواع رز، انواع لو عايز كذا نوع بتاع رز، لو عايز كذا نوع بتاع، من حيث الروائح لا تتركب على بعض. اوكي بالضبط كده. انا اوريدي عملتها هنا، اذا بتدخل على الكارت اللي هي بتلقى في حاجات اسمها اد تو كارت. خليني اوضح هاي القصه وبعدين نفوت. خب تمام، يا اوبشن جديدي که در پلتفرممون هستش، دوستان من اینا رو همه رو خودم، یعنی چون خودم دستن در کار این پلتفرمم میتونم توضیح بدم، ولی مدیر مارکتینگمون وقتی بیاد توضیح بده چیزهایی که ما ممکنه از نظر من چیز شده در من مخفی شده، ایشون توضیحات کامل تری رو میده. یکی از آپشن های خیلی جالبی که الان جدیدن داریم روش کار میکنیم و من فکر نمیکردم امروز ایشون بگه این رو، چون سعی میکرد خیلی مخفی کار رو انجام بده و امروز در حقیقت کار این رو گفت، موضوع میکس کردن کانتینر. یعنی شما مثلا فرض فرمایید یه کانتینر کالا میخوای بیاری ولی یه کانتینر کالا قهوه نمیخوای بیاری، حتما همش قهوه باشه یا همش کاکائو باشه یا همش یه مدل قهوه باشه. ما مثلا ممکنه مثلا قهوه عربیکا بیاری، قهوه نمیدونم موکا بیاری، قهوه 3-4 مدل قهوه بیاری، خب از همه کوچیک کوچیک کوچیک. این امکان رو توی خدمت شما عرض کنم توی 2 از کشورها فعلا وجود داره. حالا اگه خودش گفت که گفت، اگه نگفت من بعدا به شما میگم. تفضلی. طيب انا اوريدي قبل ما ندخل على الميتنج كنت اخذت نوعين من السلع اللي هي انا ممكن اخلطها في كونتينر واحد او اعملها ميكس في كونتينر واحد، اللي هي الوايت كيدني بين والريد كيدني بين. فبيصار عندنا اون ذا سايد اللي هي الاوريجين بتاعت السلعتين، لازم الاثنين يكونوا من نفس الاوريجين. يعني انا ما ممكن اطلب سلعه واحده من فيتنام واحده من البرازيل واقرر ان انا اعملهم ميكس في كونتينر، لا يمكن. فلازم يكونوا اول حاجه السلع بيقدر يحصل لها ميكس، ثاني حاجه انهم يكونوا من نفس الاوريجين. بيصار عندي هنا انا المفروض اختار كم طن من كل سلعه، اللي هي اللودنج بتاع الكونتينر الواحد اذا احنا شايفين هنا 24 طن، يعني انا هنا 12 طن. خب إيه؟ بس خليني بدي اوضح، بس ما فهمت المواد اللي انت اخترتيها شو هي؟ فاصوليا وايت كيدني بين، الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا الحمراء. خب ببینید خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه وارد جلسه بشه، خانم آلا دو تا چیز رو انتخاب کرده، دو تا عرض کنم خدمت شما محصول رو انتخاب کرده، یکیش لوبیای سفید هستش و یکی هم لوبیای قرمزه یا همون لوبیای چیتی فکر میکنم هستش. همزمان وقتی اومده در حقیقت لوبیا رو بار بزنه، اونجا سیستم بهش گفته که شما میتونی 24 تن لوبیا بار بزنی. وقتی لوبیا 24 تن لوبیا شما بار میزنی، اینجا الان اومده مثلا میکس کرده، گفته 12 تن از این میخوام 12 تن از اون میخوام. فضل بعد ما خطيت ال 12 طن وال 12 طن اللي هو بيصير لي الكباسيتي اللي انا مختارها هي 24 طن، اللي هي لازم تكون مطابقه لل 24 طن. لو خطيت 13 بقى 25 طن وما حقدر اخذ انستنت كود، فلازم يبقى في كونتينر زياده، لازم انا اقفل الكونتينر بتاعي كله. اینجا الان هوش مصنوعی با خیلی راحت کمک میکنه. شما اگر فرض فرمایید بیایید به جای 12 تن 13 تن، یکی از کالاها رو 13 تن بدید، عملا 25 تن یه تن اضافه میمونه رو زمین. معلوم نیست این یه تن چه اتفاقی باید براش بیفته، آیا یه کانتینر دیگه شما بگیرید یا نه، لذا اونجا عملا به شما کانتینر نمیده. پس طبق اون چیزی که خود سیستم به شما میگه، یعنی میگه آقا لوبیا میخوای، لوبیا 24 تن، اونجا دیدی فلفل 15 تن بود، سیستم قشنگ حجم و وزن رو با همدیگه همزمان در نظر میگیری که شما هیچ مشکلی براتون ایجاد نشه. تمام. انا اخترت هنا دليفري الامارات العربية المتحدة على بورت جبل علي، حدخل وعمل الانستنت كود بتاعتي. بس انت هون في شغلة ما وضحتي لنا اياها،
انه انه فيني اختار انا سي اي اف او سي اند اف. ايوه صح، عندي اللي هي سي اي اف بلس انشورنس وسي ان اف ويزاوت انشورنس. خب سي اي اف و سي ان اف رو که دیگه دوستان دقیقا میدونم تفاوتشون چیه، بحث خدمت شما عرض کنم. توی سی آی اف اینشورنس هم در حقیقت بر عهده فروشنده هستش، ولی توی سی اند اف اینشورنس یا همون بیمه بر عهده فروشنده نیست، خریدار میتونه بذاره، میتونه نظر میل خودشه. عملا اتفاقی بیفته به عهده اینشورنس جداگونه ای ندارد، همون اینشورنس حمل و نقل عادیه که کشتی ها خودشون اینشورنس دارن. فداریم. اوکی. فبعد كده ممكن نطلب instant quote. احنا بس هنا في الحيطة دي we're still under development. بس عموما الفكرة هتكون وضحت ان شاء الله. نعم. خب این هم دیگه به همون روش قبلیه دیگه، شما درخواست میدید بوک میشه و بدك تكمليها للأخير لأن فيش شباب هلا دخلوا علينا فنوضحها نفس نفس الحيطة؟ ايه نفس طبعا. البضاعة اللي هلا اعملي الاوردر، اعملي الاوردر ليعطيك كل شيء، اعملي الاوردر. خب برای دوستانی که الان جدیدن اومدن اون نحوه اوردر تهیه کردن رو دوباره همینجور روی همین کالایی که میکس هستش اش توضیح میدیم. تا گفتیم که شما علاوه برای اینکه کالای انا مدحلون سریع مشان نوصل لهای نقطه و شما وارد پلتفرم ایصلاح که میشید، عملا یک کالایی رو انتخاب میکنید، به شکل کالا به شکل FOB به شما ارائه میشه، بعد میایید در حقیقت قیمت رو برای اینکه بدونید کالا رسیده به بندر مقصد شما چقدر هستش درخواست رو کامل که میکنید، اونجا به شما میگه که یک کانتینر 20 فوت یا یک 40 فوت چه وزنی رو هم میکنه، اون وزن رو بر اساس حجم و وزن کالا انتخاب که هوش مصنوعی به شما میده و خدمت شما عرض کنم که بعد از انتخاب کشور و پورت مربوطه قیمت شیپینگ رو هم به شما میده و نهایتا یک پروفورما اینوایسی رو واسه شما ایجاد میکنه که این پروفورما اینوایس هم پرتونتون رو به شما میده رسیده و هم توتال رو به شما کامل میده. به راحتی میتونید این رو یا پرینت بگیرید یا توی کامپیوترتون دانلود کنید و یا همون لحظه میتونید بوک بکنید برای اینکه درخواست بدید. اگر بوک بکنید بلافاصله یه پیغام برای شما میاد که اون پیغام به شما میگه متشکرم از انتخاب شما، درخواست شما بررسی و در سریع‌ترین وقت ممکن به شما جواب داده میشه که عملا ظرف کمتر از 48 ساعت به شما پاسخ کامل رو میدن و مراحل خرید طی میشه. تفضل. فب احنا هنا لسه under development فما حيدين instant quote لان لسه شغالين عليها التيم. فدي كانت الفيتشر الجديد اللي نزلت على ايصلا. خب این بخش چون هنوز کامل نشده و یه فیوچر جدید هستش یا آپشن جدید هستش رو الان این تحت under construction هستش دیگه، نمیتونم من درخواست بدم چون اونجا اون روش درخواست رو دادم، هیچ فرقی با اون با اون قبلیه نمیکنه، فقط اینکه اینجا شما میتونید کالا رو میکس انتخاب بکنید. ایوا طيب كده احنا شرحنا ايه صراع عموما على على كله، ف ما عندنا شيء اكثر من كده اناليسيس، بس احنا لازم ناكد انه البرنامج مجانا، يعني اي حدا ممكن يدخل حتى لو عندكم سبلاير من اي مكان ثاني تتعاملوا معه ممكن تدخلوا على البرنامج وتقارنوا اسعار مجانا. خب شما حتی اگر سپلایر دیگه ای داشتین میتونین در حقیقت وارد این پلتفرم بشین و به خیلی مجانی در حقیقت بیاین قیمت سپلایرتون رو با این قیمتایی که اینجا هستش مقایسه کنید. انا بدي اسألك سؤال. طبعا بعد ما بسألك سؤال بدي كمان ترجم السؤال للشباب تمام مشان الكل بيعرف. اوكي تمام. هلا السؤال انه انا
مو ضروري يكون انه حصرا انا زبون بدي اشتري، ممكن انا عندي كمان منتج، يعني انا اليوم بايران عندي زعفران تمام، او عندي رز ايراني، او عندي شاي ايراني، او عندي يعني مواد غذائيه، منتجات غذائيه. يعني اليوم هلا اللي قاعد اللي بجنبك الدكتور فؤاد حسيني، هو اخصائي اف ام سي جي، وكل المواد الغذائيه عنده اياها وعنده التعامل، وضمن انه هو يعني مصنع معملين ثلاثه لمواد غذائيه بالعراق، فهو اوريدي عنده منتجات ممكن بده يبيعها. هل شركه، هل بلاتفورم اي صلاح بتعطينا هاي الامكانيه او لا؟ بس قبل لا تردي علي بدي ارجع الترجمه. خب من از خانم آلا یه سوالی کردم، بهش گفتم که مثلا فرض فرمان الان آقای دکتر حسینی متخصص FMCG هستند، کارخونه هایی رو در عراق تأسیس کردند و مواد غذایی دارن، مثلا زعفران هستش، برنج ایرانی، چای ایرانی و خیلی چیزای دیگه. آیا این پلتفرم ای صلاح فقط به درد خرید میخوره یا به درد فروش هم میخوره؟ میتونه به ما پشتیبانی فروش هم بده؟ تفضلی. طبعا اكيد ممكن يكون عندنا سبلايرز، كل ما يكون عندنا سبلايرز اكثر وجهات يعني ستيشنز او اوريجينز اكثر، اللي هي افضل لعملائنا وافضل للناس اللي هي عايز تعرض، وفعليا هذه ممكن اكيد طبعا. ونديه اكسس على الداشبورد عشان نشوف الاوردرات اللي بتجيه، او احنا بنشير معه الاوردرات اذا هو ما حابب. خليني لك، هو اللي بده يسجل من اول شيء بده يسجل على البلاتفورم، بده يحدد انه هو بياع او شراي ولا لا؟ ايوه احنا هنا بده يقول هو سيلر اور باير. عندنا اللي هي خاصيه هنا اسمها بيكام ا فيندر، اها، اللي هي اول ما يضغط عليها بيجيه فورما اللي هي مفروض يملاها، اسمه العنوان، الصور اللي هي للمنتجات اللي هو حابي، اذا عنده ويب سايت او لا. نعم. هنا اي منتج بيقوم بيرفعه، بيكتب هنا ديسكريبشن عن الحاجات اللي هو ممكن يعمل لها سبلاي، وبيجينا احنا الريكوست ده، وبعد كده بنتواصل معاه وبنشوف المنتجات وبناخذ منه صور وبناخذ منه انفورميشن على كل منتج، وبناخذ منه الاسعار، وبنعمل معاه اجريمنت انه هو مفروض يدينا الاسعار اول ما يحصل لها ابديت، عشان احنا ما عايزين العميل يطلب اي منتج ويطلع فيه تغيير في السعر ويبقى يعني اكسبيرينس ما سيئه. تمام. خب ببینید، شما زمانی که میخواین ثبت نام بکنید، حتما باید اون اپلیکیشن رو کامل پر بکنید و مشخص کنید که شما خریدار هستید یا فروشنده. اگر شما فروشنده هستید، سایتتون رو معرفی میکنید، عکس میذارید. خدمت شما عرض کنم که محصولاتتون رو ارائه میدید، توضیحات و قیمت، و حتما باید یک توافق نامه با شما امضا میشه که قیمت ها رو به روز باید به ما بدید، چون قیمت های نمیخوایم هیچ مشکلی برای خریدارانمون به وجود بیاد. پس باید و باید تولید کننده باشید، این رو بگم، باید تولید کننده باشید، ساپلایر نه. خب چون این خیلی مهمه، چون ما اصلا اساس کارمون اینه که واسطه این وسط حذفه. حالا توی این بخش وقتی به عنوان فروشنده باشید، ما دو روش داریم، یا به بستگی به نوع فروشنده و تواناییش داره، یا ما اصلا یک اکسس داشبورد رو در اختیارش میذاریم، یعنی داشبورد رو، دسترسی داشبورد رو براش در اختیار میذاریم که بتونه اونجا قیمت ها و عکس ها و اینا رو تغییر بده، یا اینکه نه ما میایم مرتب خودمون باش در تماسیم و از طریق ایمیل این رد و بدل ها ایجاد میشه و همیشه اون به روز هستش. ضمن اینکه گزارشات رو کامل میتونه دریافت کنه که چه کسی از محصولاتش بازدید کرده. تفضلی. طيب. بعد ما عمل رجستر اللي هو زي ما قلنا حيجينا احنا الريكوست، حنرجع له وحنشوف المنتجات. في الاغلب ما بنحب، يعني ما بنفضل انه يكون في
سبلايرز كتير لنفس المنتج، لانه كده بيكون في كونفليكت. يعني انا ما بقدر تو اخدم السبلاير بتاعي لانه انا بكون في كونفليكت اوف انترست، انا بعرض لناس ثانيه برضو. فبنحاول ايوه يكون من كل منتج عندنا سبلاير 2 3، لا بس ما اكثر من كده. فالحاجه الكويسه اللي انت منشنتها قبل شويه انه احنا ما عندنا زعفران، ما عندنا بيستاشيو اللي هي اغلب المنتجات من ايران، احنا ما عندنا لا اي سبلاير. فدي بتكون يعني بنفيت كبيره بالنسبه لنا وبالنسبه للسبلاير في حد ذاته. خب عرض کنم خدمت شما که اولا سیاست، ببینید این یه سیاست مدیریت مارکتینگ ایسلا هستش، این دیگه در اختیار من نیستش. میاد برای یک کالا نهایتا دو یا سه ساپلایر در نظر میگیره که دیگه این وسط شلوغ نشه و یه سری بخوان با هم دیگه تو وسط این پلتفرم بخوان بجنگن و قیمت هایی نمیتونم وهمی و کیفیت کالا پایین. دو تا سه ساپلایر رو مثلا برای تامین کننده رو عملا دارن و توی همین رنج حرکت میکنن. الان مثلا برای فرض فرمایید محصولات ایرانی هنوز کسی اینجا نیومده، یعنی عملا ما تا الان یه سیاست دیگه رو داشتیم چیز میکردیم که این محصولات ایرانی نیاد و حتی فروش به ایران هم همین الان یا از طریق دفتر مرسین انجام میشه یا از طریق دفتر دبی، مستقیم به ایران کالا نمیره که اون بحث سانکشن در حقیقت رعایت بشه. لذا الان مثلا محصولات ایرانی اینجا وجود نداره و میشه این رو اینجا در حقیقت ایجاد کرد برای خریدارامون، چون توی این پلتفرم ما خریدارای اروپایی داریم، خریدارای آفریقایی زیاد داریم، خریدارای اماراتی فراوون داریم، خریدارای عراقی داریم و خریدار ترک هم داریم. تفضلی. طيب نفس الكلام اللي قلت لك، مثلا عندنا حاليا عندنا الكاشو، عندنا نوعين من الكاشو اللي هما كاشو اوريجين فيتنام ده سبلاير مختلف، وعندي ثاني نفس الكاشو اوريجين برازيل سانتوس. انت الصوره عندك واقفه ولا عندي انا واقفه كده؟ ما عم شوف ايوه اوكي كده شايف؟ ايه اوكي. رجعي عيد الكاجو. طيب مثلا اللي هي زي ما قلنا السبلاير، بنحاول بقدر الامكان انه يكون عندنا سبلاير مثلا 2 3 سبلايرز بالكثير لكل برودكت عشان ما يحصل كونفليكت. والسبلاير حتى بيختلف من 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 شيء لشيء. مثلا اذا انا عندي كاجو هنا، الكاجو هنا الاوريجين بتاعه فيتنام هو شيمين سيتي، لكن بنجي نرجع هنا بلقى عندي كاجو تاني بس الأوريجين بتاعه برازيل سانتوس والسعر مختلف. ممكن يكون هو نفس النوعية بس السعر مختلف حسب الدولة، حسب السبلاير. دي توتالي بترجع للسبلاير. خب ببینید الان مثلا بادوم هندی، یه مثال بادوم هندی زدن ایشون. ببینید بادوم هندی الان من یه سری بادوم هندی دارم که ویتنامیه با یه قیمت یا یه مشخصات، یه سری بادوم هندی دارم این پایین برزیلیه. و با دو تا به حساب سپلایر کاملا مختلف و دو تا عرض شود خدمت شما اصلا کشور مختلف و ارزش افزوده مختلف، لذا به این شکل ممکن هستش. ولی از یک کشور مثلا 10 تا بخواد بیاد، نه زیاد هیچ چیز نداره، این زیاد واسه ما خوشایند نیست تو سیاست پلتفرممون. ضمن اینکه پلتفرممون یک پلتفرمیه که تقریبا بازار هدفش خیلی بازار هدف مشخصیه، یعنی بازار هدف جنرالی نیست. تفضلی. اوکی. فذاتس اول اباوت ذا پلتفرم. هل عندنا منتجات عم تتعبى بالامارات او عم تتصدر من الامارات او فرضا زبائن اكثر الزبائن بتتابعنا حاليا من وين؟ يعني هدول سؤالين خلينا اغلب الزبائن، اكثر الزبائن عندنا اللي هم افريقيا. اكثر زبائن هم كلهم اغلبهم من افريقيا، ممكن نقول غرب افريقيا و ليبيا،
في هذول الحدود يعني. دي زباين اوروبي، عندنا زباين الامارات ببولندا، عندنا زباين، عندنا زباين برضو ببولندا، بس احنا الامارات الفرق في سوق الامارات انه الامارات بيحتاج دائما بيشتروا منتجات موجوده، يعني التريدرز بيشتروا البضاعه بيجيبوها بخزنوها حتى بيرجع بيبيعوها. يعني حتى انا لما يجيني عميل من الامارات بيكون عايز something ready، ما عايز يستنى shipping، ما عايز يستنى. هذا ممتاز، هذا ممتاز، أيوة. هذا ممتاز، لأن الإمارات قريبة لإيران، فأي منتج ممكن خلال 48 ساعة بيوصل عنده بالنسبة لإيران أو أقل. خب من از خانم آلا سؤال کردم که آیا ما مشتریامون اکثرا کجا هستن؟ شون گفتن که اکثر مشتریای ما از آفریقا هستن، و ازشون سوال کردم که آیا ما پروداکتی هستش که به امارات بفروشیم یا از امارات تهیه کنیم. گفتن که مشتریان اماراتی معمولا مشتریانی هستن که همون لحظه کالا رو میخوان، یعنی مثلا بهش بگی آقا 24 ساعت دیگه بهت کالا رو میدم، یه ماه دیگه نمیتونی صبر کنه. لذا این یک فرصت خوبه، یک اپورتونیتیه، یک چیز خیلی عالیه که ما میتونیم در حقیقت به ایران بتونیم از ایران کالا رو مستقیم بدیم به، عرض کنم خدمت شما، به بقیه، به مشتریان اماراتی ما. سوالی دارن دوستان؟ خلینا نشوف شباب زندون سوال اسئله. ایوه یارت. خب دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید. بفرمایید آیه، بفرمایید. سلام میگم به تک تک خوبان حاضر جمع و همتا آنها جمع و خواهی و سلام در این مدته ایشون اونجا دارم میبینم خیلیم خوش. حالا اجازه بدید یکی از دوستان میکروفونش بازه. بری راست کنم. خب بفرمین. صحبت هم این بود که یه میکروفون بازه، صدا داره برمیگه. بفرمین. سوالم این بود که دور بازه برای فروش جدا از امکاناتی که الان داری در پلتفرم رو میدید، شاید خریدار موقع سفارش بسته‌بندی های متفاوتی رو در صورت که برای اون بازار مطرح براش باشه امکانش پس تغییر بسته‌بندی یا اینکه ریبرندینگش بکنید همچین کاری رو. ست علا افتح المیکروفون لانه راح اسألك. سؤال موجه لك. عم بيقول السيد بهروز انه اوقات الزبون بده نوع خاص من الباكينج، هل في امكانيه انه اذا طلب اي نوعيه باكينج انتم كمان تامنون له اياها، يعني الباكينج اللي هو بيطلبه؟ أكيد أكيد طبعا. زي ما قلنا البلاتفورم أول حاجة هو بيعملها اللي هو بسجل إنه هو مهتم في السلعة الفلانية، مثلا let's say السينمان ده أو القرفة. أول ما يسجل اهتمامه إحنا بعدين بيجي التيم بتاع السيلز بيتواصل معه on a level إنه يشوف أوكي أنت سجلت اهتمامك في السلعة الفلانية، عندك any other requirements، عايز أنواع تانية، هل ممكن، لأنه في أوقات الناس ما بتقرأ مثلا تفاصيل إنه let's say الكاجو WW230 ممكن يسجل اهتمامه في أي كاجو ويجي later on بيكون إحوى عايز نوع تاني، فبتواصل معه تيم متكامل من السيلز أو من المبيعات بيحدد معه نوع الباكجينج، التفاصيل، البيمنتس كله. اوكي فانتاستيك. خب خدمتتون عرض کنم که پاسخ به این شکله و شرح پاسخ به این شکله که ایشون میفرمایند که بله، زمانی که شما ریجستر میکنید و در حقیقت اینترستینگ خودتون رو مشخص میکنید که کدوم کالاها هستش، به محض اینکه اون رو مشخص میکنید اطلاعات به بخش فروش ارائه میشه میره و بخش فروش در حقیقت با شما تماس میگیرن و یک سری سوالات فنی از شما میکنن، از بسته بندی گرفته تا سایز، مثلا فرض کنیم بادوم زمینی چه سایزی رو، بادوم هندی مثلا چه سایزی رو میخوای،
چه مدلی رو میخوای، همه اینا رو به ریز از شما سوال میکنن و بعد به شما میگن اگر شما آپشنی دارید که ما از شما سوال نکردیم اون رو لطفا بفرمایید که ما اون رو در نظر بگیریم و قیمت تمام شده اوردر جنرال، نه اوردری که شما مد نظرت هستش رو ما به شما بدیم. خب دوست دیگه بفرمایید جناب حسین، بفرمایید. السلام علیکم ست اعلی. ما احنا عندنا المنتج مالتنا سلسل، يعني السؤال اللي عندي احنا الاورجين مالتنا ايران والزبون موجود في افريقيا، اذا سوى اوردر الزبون عن طريق ايصاله وراد مثلا المنتج اللي احنا عندنا الانتاج مالته في ايران، هنا راح شلون راح، يعني راح يصير دبل شو اسمه، يعني سويتش لازم نسوي، البضاعه تيجي تتحمل من شو اسمه من ايران على جبل علي وبعدين من جبل علي راح تروح، هذه شلون انتم راح يعني شلون راح تعالجوها؟ اكون ممنون اذا تقدر تعالج. خليني كمان ترجم انا اول شيء سؤال الدكتور وبعدين اذا حبيتي ردي عليه، اذا ما حبيتي انا برد عليه. ف خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر حسینی سوال کردن که ما الان یک کالای ایرانی داریم که ممکنه یک مشتری در افریقا بخواد به حساب بخره این کالا، نحوه ارسال کالا، نحوه سویچ داکیومنت و نحوه در حقیقت تعامل مادی این اتفاق به چه شکل خواهد افتاد و حالا توضیحات رو خانم آلا اگر خواست میده، اگر نه من اون توضیحات رو میدم چون بخشش مربوط به حساب مدیریت این انتقال رو با منه. تفضلی ست آلا. طيب اكيد طبعا هي البروسيس المعروفه اساسا انه كل المنتجات من ايران بيحصل لها السويتشنج بتاع الدوكيومنتس على الامارات او على جبل علي ويطلع الاوريجين كانه طالع اوريجين الامارات العربيه المتحده. فبيحصل كالاتي في البلاتفورم احنا اساسا حنعملها ليستنج ان هي الاوريجين بتاع الامارات. اوكي البلاتفورم زي ما قلنا هو بتاخد الاوردر اساسا، البوينت بتاع البلاتفورم كله ما حيكون في تكمله بتاعه اوردر، بياخد الاوردر من من الباير بنوديه على السبلاير وبعدين حيكون في تواصل اوف لاين مع الـ مع الـ مع الـ مع المشتري. خب عرض کنم خدمت شما پاسخ به این شکل بود که همینجوری که میدونید کلیه کالاهای ایرانی از طریق امارات و از طریق بندر جبل علی وقتی به هر جای ارسال میشه سویچ داکیومنت انجام میشه، اسناد عوض میشه و این به این شکل میشه که انگار این کالا اماراتیه و از امارات خارج شده، ضمن اینکه ما توی پلتفرممون اون رو اماراتی اعلام میکنیم. تفضلی. اكيد انت عندك حاجه عايز تضيفها على الحلمي؟ لا احنا عندنا امكانيه كإيصالح بما ان عندنا افرو، فاذا بيكون زبون فرضا بشرق افريقيا اكيد راح يروح على دبي ومن دبي بيروح على السودان على الصومالية على مدغشقر على كينيا على افريقيا على فرضا جنوب افريقيا، بس اذا بيكون الزبون بشمال افريقيا او بيكون على غرب افريقيا اكيد احنا راح عن طريق ميناء مرسين نعمل هاي العمليه لان بنخفف الاسعار بالنسبه للمنتج للزبون، التكلفه النقل بتطلع ارخص بكثير. خب یه چیز دیگه هم که من در حقیقت اینجا اضافه کردم اینه که عرض کنم خدمتتون که آقای حسینی کجا رفتیم؟ بازه که میکروفون بفرمونیم میکروفونتون با باز کنیم. ما کالاهای اگر که به شرق آفریقا بره از طریق جبل علی انجام میشه، یعنی ایصالح جبل علی، اگر که به غرب آفریقا و یا شمال آفریقا بره
از دریای مدیترانه از بندر مرسین انجام میشه که در حقیقت شرکت گیرکو که سیستر کمپانی ایسلا هستش این رو انجام میده. و ببینید وقتی من میگم سیستر کمپانی، دلیلش اینه که مدیران ایسلا با مدیران گیرکو تو همدیگه شریکن. یعنی مثلا فرض کن من سهام گیرکو رو دارم و سهام ایسلا اونورم باز همدیگه، مدیران همه قراقاتیه، یکی اینجا مدیر عامله یکی اونجا مدیر عامله، این شکلیه. از اون بابت اینا سیستر کمپانی. بفرمایید جناب حسین. خواهش میکنم. العفو ست آلا، احنا اذا عدنا زبون، اذا عدنا زبون هو سعودي وندري الزعفران هو الأورجين مالته إيراني، يعني شلون نقدر نحل هذه المشكلة اللي هو بالسعودية والسعودية ما تدخل أي نوع سلعة إيرانية إلى الجسمة إلى المملكة العربية السعودية؟ هذا شلون راح تحل؟ شكرا. بنعالجها برضو اللي هي حيحصل الريفرس بتاع الدوكيومنتيشن عن طريق الإمارات اللي هي بتحصل مع كل المنتجات الإيرانية. إحنا فعلياً عملناها كذا مرة، اللي هي كانت مع يوريا، كان المنتج كانت يوريا 46. بيطلع على يوريا 46 أكيد طبعاً هو كلنا عارفين إنه إيراني، بس بيطلع على الأوريجين، بيكتبوا لك الأوريجين في الدوكيومنت الإمارات العربية المتحدة أو UAE، فهتحل بنفس الأسلوب إن هي حيجينا لازم يتصل البضاعة الزعفران لازم يصل على الإمارات، يحصل reverse of documentation ويطلع على السعودية. أستاذ الدكتور فؤاد، أساساً الزعفران سهل جداً، يعني لا أنت بدك تقولي إنه خلاص الزعفران ما بينزرع ب بالإمارات، فمستحيل هذا بيكون شهادة منشأ إماراتي. أوكي، it's good. I will tell you. الزعفران أنا ممكن أجيب لك شهادة منشأ أفغانية، لأن أفغانستان عندها زراعة زعفران. أوكي، أنا ممكن أجيب لك شهادة زعفران إسبانية. طبعًا أفغانية أحسن لأن هي مو من ضمن الـ e-commerce الـ custom clearance of the world. أوكي. فأوردي أنت ما فينك تلاحقها عن طريق الإنترنت. أوردي أنا بجيب لك شهادة منشأ أفغانية بقدمها وباخذ عليها كباكينج، يعني عامل أنا ريباكينج بالإمارات وإلى آخره. بس خلينا نوضح من توضيحات رو صحبت هایی که کردیم رو بگم. آقای دکتر فرمودن که اگر ما یه کالایی داشته باشیم برای مثلا زعفران رو بخوایم برای عربستان بفرستیم و میدونید کالای ایرانی به ورودش به عربستان ممنوعه، چه کار باید بکنیم؟ خانم حالا برگشتن گفتن که مثل اوره که الان داریم از ایران خرید میکنیم و در حقیقت ما اون رو تحت عنوان اماراتی میفروشیم. حالا من در تکمیل فرمایش ایشون با دکتر عرض کردم که شما فرض فرمایید الان ممکنه کشور مقصد بیاد بگه آقا جون امارات زعفرانش کجا بود، زعفران تو امارات کاشته میشه، لذا باید شما به ما بگید که این زعفران کجایی. اون وقت من به راحتی میتونم که گواهی مبدا افغانستانی بگیرم، حالا گواهی مبدا اسپانیایی که ممکنه تو شبکه گمرک جهانی قابل ردیابی باشه، من گواهی مبدا افغانستانی میگیرم و اون درست افغانستان جزء سازمان جهانی اجارت جهانی است، ولی سیستم گمرکش هنوز سیستم گمرک بین الملل نیستش. پس گواهی مبدا افغانستانی میشه برای این کار گرفت و راههای رسیدن به خدا الحمدلله زیاده. خب دوستان دیگه سوالی دارن؟ ما دقیقا 54 دقیقه است داریم صحبت میکنیم. اگر دوستان سوالی دارن میتونن بنویسن یا میتونن صحبت کنن به راحتی اینجا. بله بفرمایید قربان. دوستی که دست بالا کرده میکروفونتون رو باز کنید، در خدمت شما هستم. سلام. علیکم السلام. مرسی، متشکرم. بفرمایید.
بابت این جلسه بسیار عالی. می‌خواستم در مورد مشکلات یا حالا مشکلات که در مورد بیمه و شیوه های بیمه، چون حالا ظاهرن فقط به صورت FOB میشه قیمت گذاری کرد و برای کسایی که میخوان خرید بکنن اینجوری که من متوجه شدم فقط به قیمت ها به صورت FOB ارائه میشه. و نه شما از اول جلسه به نظرم تشریف داشتین، چجوری به فقط FOB؟ ما که اصلا حتی CIF و CNF رو هم توضیح دادیم چجوری. بله میخوام همین رو بگم، میخوام دقیقا سوال منم همین که حالا CIF و این در ما فقط 3 تا گزینه از این 11 ترم رو داریم، بقیه ترم ها چجوری هست؟ یعنی ما میخوایم قیمت گذاری کنیم بعد این شرایط بیمه ای رو و این شرایط پرداخت رو چجوری ای صلاح میخواد حل کنه؟ ببینید شما دارید دو تا بحث رو با هم بله من دو تا سوال یعنی در واقع همزمان دو تا سوال پرسیدم. خب بحث اولا بحث حمل و نقل رو که رو سیستم گفتیم چجوری هوش مصنوعی به شما خواهد گفت، این یک. پس دیگه فروش نحوه پرداخت ها رو با توجه به اینکه شما سیستم بانکی ندارید اونها رو خانم آلا توضیح داد اونجا که به شکل آفلاین در حقیقت بعد از اینکه اوردر میاد به شکل آفلاین با شما در تماس خواهند بود و نحوه پرداخت ها و تحویل کالاها مشخص میشه. این امکانه مثلا حالا برفرض مثال 3070 یا 2080 اصلا باز عرض میکنم خدمت شما، شما الان تو وسط فروشی، الان که تو وسط فروش نیستی که، شما باید یه اوردری داشته باشی بعد بر اساس اون سیاست ها مشخص میشه، چون شما بازارت خیلی خاصه، بازار ایرانه، هیچ جای دنیا هم مثلش نیست. الان من هر چی اینجا بگم حرف مفته، باید کیس بای کیس مشخص بشه. مرسی. عمیس ان طریقه الدفع راح تكون كيف، قلت له بما ان انت ما عندك بنوك وبما ان انت ما عندك بنوك بالنسبه لل فبعد ما بناخذ الاوردر تبعك، اما بالنسبه للمبيع او للشراء ما بتفرق. اوكي انت عندك وضعك الخاص، فبشكل اوفلاين احنا راح نتواصل معك عبر الايميل وراح يكون في اتفاق بيننا وبينكم من حيث نقدر هذا سلام عليكم بصوره بروكري فعاليات كنين با مجموعه شما. این ما اگر از اول چیز اومده بودین متوجه میشدید که این یک پلتفرم عملیاتیه که تقریبا تولید کننده ها رو هدف قرار میده و دقیقاً یکی از بزرگترین اهدافش حذف بروکر هستش متاسفانه. خب دوستان سوال دیگه دارن؟ ستعلا بس بدي اسألك سؤال، بالنسبة للغة انتو حصرا عندكم بس انجليزي ها؟ ايوه لكن بس يعني ممكن يحصل ترانسليت عموما على اللي هي ترو التاب بتاع الجوجل ترانسليت. اوكي ذاك لا يعني هنا انجلش اللي هي كان احنا عندنا انجلش دي برضو اندر ديفلوبمنت حيكون عندنا انجلش عربي وفرنش، لكن جوجل ترانسليت التاب كله ممكن يعمل ترانسليت للتاب كله. اوكي خب یه دوستمون متوجه نشد. بفرمایید آقای توسان، بفرمایید میکروفونتون رو باز کنید بفرمایید. جناب عباسی من سوال قبلی چون دو تا همزمان دیگه پرسیدم دیگه جای سوال نبود، این اشتباه دست من بود. خواهش خواهش. خب دوستان اگه سوالی ندارن ما جلسه رو تقریبا الان دقیقاً 59 دقیقه و 20 ثانیه است داریم صحبت میکنیم. عزیز صحبتی داره؟ دست بالا کرد. نه ظاهرا اشتباهی. خب اگه دوستان
بفرمایید جناب حسن. اگر دوستان سوالی ندارند ما جلسه رو ختمش رو اعلام بکنیم. خیلی متشکریم از اینکه تشریف آوردین. ست علا شکرا الکتیر کتیر جمع باسی. بله thank you. اصلا کانا یه سوالی که واسه من پیش اومد اینه که این پلتفرم ایصلاح بر فرض مثال که من یه شرکت تامین کننده باشم و میخوام محصولمو به اونجا اشتراک بذارم، میخوام بدونم اون مقدار درصدی که حالا بر فرض مثال به صورت متفاوت برای محصولات متفاوت برای خودش در نظر میگیره به صورت حالا نمیدونم ثابت هست که ثابت هست رو بخش فروش به شکل آفلاین به شما پاسخ میده. ببینید ما اومدیم امکانات این پلتفرم به شما بدیم، اومدیم به شما بگیم چه چالش هایی رو شما میتونید جامپ بکنید. خب و دیگه سر مثلا در واقع تسهیلگری که این سایت داره برای معرفی میکنه. بله بله، ما الان اینجا بخوایم بگیم آقا جون نخود لوبیا اینقدر درصد داره، نمیدونم نخود چی کشمش اونقدر، خب یا مثلا بادوم، این اصلا الان اینجا جایش نیست چون ممکنه اصلا اطلاعاتی که توافقاتی که با شما بشه توافقات با کسی دیگه به یه شکل دیگه بشه. خب من اجازه بدین تشکر کنم از خانم آلا ست آلا شکر الک تیر تیر و ان شاء الله نشوفک به مواضيع ثانيه ان شاء الله. شكرا على توضيحاتك. جدا. وبس اذا في مجال خلاص لا انا حاطط انا حبعت اللينك بتاع الويب سايت هنا في الشات. اوكي حطيته، انا حطيت اللينك على تحطه من اول ما بلشتي انت حطيته. اوكي خب خانم علا یه بار دیگه هم وبسایت رو واسهتون لینکش رو نوشتن. في تلفون واتساپ، هذا تلفون مين بيرد عليه؟ سیلز. اوکی بخش فروشمون این در حقیقت شماره واتساپ اونجا هستش، به بچهای بخش فروشمون دقیقاً هر لحظه ای که شما اراده بکنید در حسط واتساپ بهتون پاسخ میدن. فقط دقت داشته باشید چون واتساپ در چیز در امارات بسته هستش، یا وایس بفرستید یا نوشتار. ست الا سیلز تبع کن بیحکی عربی و انگلیزی والله بیحکی حسران بس عربی والله فرنسی بيحكي انجلش لكن في تيم، يعني ممكن يحولك بعدك على تيم اذا عايز تحكي عربي بحولك على تيم عربي، اذا حاب انجلش بيحكي انجلش. اوكي اتس جود اتس جود ثانك يو. خب بچهای اون شماره که الان اینجا هستش فقط انگلیسی بلده، اما اگر شما یه پیغام عربی هم بدید بهش، یه پیغام فارسی و لوری ندید، فقط پیغام عربی بدید. خب پیغام عربی اگر دادید بهش خدمتتون عرض کنم که بلافاصله این میاد و خدمتتون عرض شود که اون نفر عرب زبان با شما تماس میگیره و اگر مشکلی هستش در غیر این صورت اگر باز نتونستید جواب بگیرید بنده بخش فارسیش بنده در خدمت شما هستم که ما در حقیقت این بر ایصلاح مرسین هستیم. خدا بخواد انشالله به زودی از این مرسین راحت بشیم بریم ایصلاح همون دفتر مرکزی تو برزیل بشیم و اونجا شما رو در حقیقت در خدمت باشیم. آیا عباسی دوستان پرسیدن که چون نت یه مقدار اختلال داشته نتونستن همه شما متوجه بشن، این آیا این برنامه ضبط میشه؟ بله این برنامه الان داره ضبط میشه و خدمت شما عرض کنم که تمام برنامه های من ضبط میشه روی آپارات و روی یوتیوب، رو هر دوتاش هستش. لینک رو من معمولا توی واتساپ و توی اینستاگرام هم میذارم برای دوستان رو چشم. خیلی متشکرم دیگه، اگر سوالی نیست ما رفع زحمت کنیم. متشکرم از شما. اوکی شكرا ست علاء، شكرا لك. وضحنا كمان للشباب انه اذا بدهم عربي او انجليزي بيتواصلوا معاكم بما على هاي الارقام، واذا بدهم اي شيء من اي صلاح بالفارسي
بتواصل معي والامور ان شاء الله تكون كلها بخير. ممتاز ممتاز. Okay. شكرا جزيلا. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you for your cooperation. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. خب خیلی متشکرم از همه دوستان که تشریف آوردن. امیدوارم که این اطلاعات به دردشون خورده باشه و نمیدونم سعی کردم یه چیزی رو تلاش کنم بهتون ارائه بدم. از همه عزیزان که تشریف آوردن متشکرم. من فکر کردم تعداد بیشتر از این باشه امروز، چون هی بهونه میکردم که نمیدونم آقا موقعش صبح، روز تعطیل نیست، نمیدونم هزار تا بهونه دیگه آوردن. همه بهونه ها رو ما گرفتیم که آقا بیایید تشریف بیارید. این هفته استثنا روی اینستاگرام نداشتیم به خاطر اینکه اینستاگرام ما باید پلتفرم رو به شکل عملی توضیح میدادیم، چون پلتفرم رو باید به شکل عملی توضیح میدادیم دجا دوستانی که صوت رو میشنیدن عملا نمیفهمیدن که چه اتفاقی داره میفته، پس به خاطر همین ما اینستاگرام رو نداشتیم. من به احترام همه عزیزان میمونم. من یه سوالی دارم از جانشون. ما قراره که برنامه بعدی هم داریم، اگر داریم قراره که تو هفته آتی چه اتفاقاتی بسام رقم هفته. خوب شد یادآوری کردی. هفته آتی ببین، من قول داده بودم که برای هفته بعد از این هفته در رابطه با زلزله چی صحبت کنم، در رابطه با زلزله ترکیه و سوریه و فرصت‌هایی که الان به دست میاد صحبت بکنم. اگر این هفته، چون اطلاعات وقتی من اطلاعاتم کامل نباشه معمولا حرف نمیزنم، اگر این هفته اطلاعاتم کامل شد، از یه سری از بخش ها به دست آوردن اطلاعات خیلی سخته جدا و همکارانم اونجا به جای اینکه درگیر جمع‌آوری اطلاعات برای من باشن، دور از جون شما درگیر جمع کردن جنازه و آوردن آوار از زیر خاک تا همین امروز هستن. دیروز بعد از 10 روز یه نفر رو زنده از زیر خاک در آوردن، خدا رو شکر. لذا اگر هفته آینده تونستیم این کار رو انجام میدیم. اگر نشد، من یه قولی قبلا داده بودم در رابطه با نحوه خرید شکر و محصولات از برزیل هستش، که چه چالش هایی رو روبرو داره، چه اسنادی رو باید بدونید، چه اسناد چه داکی، سعی میکنم اون رو توضیح بدم. حالا یکی از این دوتا رو فکر میکنم تا روز دوشنبه من دقیقا میتونم تصمیم بگیرم که چه اتفاقی خواهد افتاد. بفرمید آقای زاید. خب به واقع من سوالا رو دارم میپرسم که کمک کنم به جلب این جلسه، و اگر دوستان ممکنه براشون نکاتی باشه. ما با در واقع نزدیک شدن به ماه مبارک که یه 2 هفته آینده، فکر میکنم شما بتونید نکات کلیدی رو بابت حمل و نقل، خرید به موقع و بازار ماه رمضان نهاش بکنید. اگر نکته دارم یه پیشنهاد دیگه، اولا یه چیزی من به شما بگم آقای دکتر بهروز زاهدی، استاد راهنمای منه توی این داستانا، وقتی من اینجا ایشون تشریف بیارن و یکم همچین دست به سینه میشینم و معمولا مواظبم که بعدش بعد از جلسه به قول معروف دخلم در نیاد، خیلی شاگرد خوب باشم در پرزنت کردن. لذا اکثر پیشنهادات و ایونت هایی که ما در حال برگزار میکنیم، تولید محتواها، ایشون زحمت میکشن و به عنوان استاد مشاور با من همکاری میکنن و چقدر همکاری صمیمانه. گاهن شده مثلا 12:01 شب زنگ زده گفته این الان به ذهنم اومده، همین الان اینو انجام بده، متوقف نکن، و این خودش کلی میارزه. من از همینجا جلو جمع ازش تشکر میکنم. در رابطه هیچ مشکل نداریم، میتونیم صحبت بکنیم، هیچ موردی نداره. اگر جلسات رو مثل همیشه 1 ساعت و نیمه بخوایم بذاریم، الان هم میتونیم صحبت بکنیم، هیچ موردی نداره. اما اگر میخواین این جلسه چیز بشه برای هفته آینده، باز در خدمت شما هستیم. من یه خواهشی بکنم ازتون اگه امکانش باشه، چون یکم بازه زمانی دیگه داره دیر میشه. حالا یکی این که من نمیدونم الان امکانش هست بحث ارسال تراکتور به آفریقا رو الان
نمونه راجبش صحبت بکنیم یا نه که باعث خدمت دوستان باز بشه و حداقل از این بابت که نمیدونم شاید هم بخواییم یه فرصت دیگه اینو مایده ما بدیم یه نقدر وقت تنگه برای هفته های بعد ماه رمضان رو فکر میکنم الان خیلی سریع بتونم توضیح بدم. ببینید توی هفته های گذشته با توجه به اینکه وضعیت زلزله خیلی شم شدید بود و خیلی از راه ها بسته شد، پلا شکست و الان خیلی از ماشین ها از راه فرعی دارن تردد میکنن، من اولا به شما بگم که حمله خرما از ایران به کشورهای دیگه شدید شده، خیلی شدید شده از طریق ترکیه. اولا خود ترکیه تعرفه واردات خرماش خیلی پایینه، هرچند که من تا حالا تو ترکیه خرما وارد نکردم چون کار من مواد غذایی نیست. من اگه کارم مواد غذایی بود مدیر پلتفرم ایصلاح می‌شدم، اون متخصص اومده اونجا مدیر شده و من تو بخش صنعتی و صادرات خدمات پایین مهندسی همکاری می‌کنم. اما حمل و نقل کالا با منه، حداقل در هفته فقط من به تنهایی، حالا شرکت‌های دیگه نمی‌دونم، فقط من به تنهایی 4-5 تا تریلی از بم، از جهرم، از بهبهان، از بوشه خورما داریم هم میکنیم برای مشتریانمون به سوریه، به لبنان، به شمال سوریه، منطقه کردنشین یا منطقه ارتش آزاد و جبهت نصره، به خدمت شما عرض کنم لیبی، حتی تعجب کردم لیبی با اینکه خرمای مصر دم دستش هست و خودش هم یک کوچولو خرما داره ولی از ما خرید کرد مضافتی، یعنی از ایران خرید کرد. از جمله چیزهای خیلی 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 مهم و جالبی که فروش میره و اصلا من ندیدم کسی دربارش صحبت بکنه، توی فصل ماه رمضان هم امسال و هم پارسال، دو سال پشت سر هم واسه من اتفاق افتاده، بلورجات خیلی خیلی شدید داره از ایران صادر میشه برای ماه رمضان، از قم، از اصفهان، از تهران، از زنجان بلورجات داره صادر میشه و اینا رو همش هم برای بازار ماه رمضان چون نیاز دارن به اینجور چیزا، یعنی به جز مواد غذایی اینجور چیزا هستش داره صادر میشه. خدمت شما عرض کنم که پسته داره صادر میشه برای شیرینی‌جات، مخصوصا ببینید پسته برای کشورهای عربی خیلی راحت تر از پسته برای کشور اروپایی، چون کشور اروپایی مثلا تا آفلاتوکسین 3% قبول دارن، در صورتی که توی عربی مثلا 5% رو هم آفلاتوکسین 5% رو هم قبول میکنن. اینا چیزایی که باید داشته باشید. دوستانی که برای ماه رمضان هنوز چیزی صادر نکردن یه فرصت کوچولو دارن و اونم اینه که برای عید ماه رمضان که یک هفته هستش بازی سری چیزا رو میشه صادر کرد، یعنی الان شما از الان بعد برای ماه رمضان نمیتونی برنامه‌ریزی کنی، برای عید ماه رمضان میتونی برنامه‌ریزی کنی، به اضافه اینکه سری بتونی برنامه‌ریزی کنی. ببینید عربا دو تا عید اصطلاحاً، حالا بجز میگن عید فطر و عید قربان که میگن، یه اصطلاح دیگه میگن عید الکبیر و عید الصغیر. عید بزرگ که عید الکبیر باشه عید قربان هستش و عید اصلی کشورهای عربی، یه هفته و 10 روز تعطیله. و جالبه شما بگم که اینا که واسهتون تعریف میکنم دیده های خودمن، حدیث ابو هریره نیست، قال فلان فلان، چیزایی که خودم دیدم. مثلا فرض کنم مردم سودان خیلی 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 به ندرت خیلی به ندرت گوشت میخورند، خیلی به ندرت گوشت میخورند، ولی پولاشون رو جمع میکنن برای عید قربان. ضعیفتری خانواده یه قربونی کوچولو داره و در عرض یه هفته کل یه لاشه گوشت و اینا به سیخ و کباب و سیتیز میکشن. لذا عید قربان خیلی مهمه، میشه روش خیلی کارا انجام داد. که ببینید من دارم توضیح میدم، کسی نیاد به من بگه من این کالا رو دارم برام بازاریابی کن، که من فقط دارم کلید واژه ها رو میدم، لطفا خودتون برید بررسی کنید.
اگر جایی نیاز به مشاوره داشتید که تا الان هر کسی با من تماس گرفته از طریق اینستاگرام یا واتساپ یا اینا، من بلافاصله جواب دادم. بررسی کنید که اگر به ماه رمضان نرسیدید، حداقل برای عید قربان بتونید کالاهایی رو صادر کنید. بسیار این مهمه و میتونه خوب باشه. یعنی مثلا فرض کنید برای عید قربان مثلا پسته صادر کنید، مغز نمیدونم بادام صادر کنید، یا همچین چیزی مثلا بتونید صادر کنید، یا شکلات صادر کنید، یعنی از این چیزا. بفرمایید استاد. نه خواهش میکنم، شما خیلی لطف داشتید، ولی به هر حال تجربه شما مثلا نزدنی. آقای عباسی، برای که دوستان تا اندازه با تجربه تفاوت عیدها براشون ملموس باشه، میشه تاکید فرمایید که کدوم کشورها اهل تسنن بیشترن و تسنن بیشتر این عیدها رو جدی میگیرن یا شیعه ها؟ اصلا فرق نمیکنه، هر دوتا شدید عیدو میگیرن. ببین ما توی کشورمون، من یه چیزی یه مثالی واسه شما بزنم. سال 71 من کارمند یک تشکیلات دولتی بودم در یک شهری که 80,000 نفر پر آدم داشت. اون موقع از این 80,000 نفر 2,000 نفرشون شیعه بودن، 78,000 نفرشون اهل سنت بودن. توی اون شهر اهل سنتشون میرفتن امام رضا خب کارمند همکار خودم بود، کارمند همکار خودم، کارمند زیر دست خودم، میرفت امام رضا. خب خدمت شما عرض کنم که ای روز عاشورا موکب های عرض کنم خدمتتون، موکب های عزاداری که میومد بیرون، اونا هم می اومدن شیرینی و نمیدونم شربت و اینا میدادن، شربت میدادن دست مردم و دستم. حالا عید نوروز رو هم اهل سنت تو ایران عید میگیرن، چون که عید باستانیه، ربطی به چیز نداره دیگه، ربطی به حضور، ربطی به اون چیز نداره که مثلا این عید مال شیعه هاست یا مال سنی هاست. اصلا ما چیز تحت عنوان عید شیعه و سنی نداره، ما اعیاد اسلامی داریم. حتی جهت اطلاعتون، نیمه شعبان اهل سنت عید میگیرن، خب ولی با این تفاوت که میگن که حضرت مهدی به دنیا میاد، هنوز به دنیا نیامده. خب و جالب اینجاست که مثلا مردم شهر حما در سوریه یک نوع شیرینی رو درست میکنن که من خوشم نمیاد، خودشون خیلی خوششون میاد، به نام حلاوت المحیا. اون رو این شیرینی مخصوص عیدش، مخصوص نیمه شعبانه. خب مثلا امروز عید مبعث رو جشن گرفتن. من خودم 3 سالی که تو سودان بودم فراوون وحشتناک جشن میگرفتم، مخصوصا صوفی های اهل سنت سودان خیلی 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 جشن میگرفتن. لذا عید فطر یا عید قربان اینها دوتا عید بزرگ اوناست. مثل اهمیت مثلا عید قربان، برای اینکه نزدیک بکنم، اهمیتش به اهمیت عید نوروز خودمونه. یعنی باید این مردم اونجوری سنگ تموم میذارن، خون تکونی میکنن و و و الاخر. خب پس این دوتا داستان کاملا عادیه و کاملا قابل چیزه. الان یکی از چیزایی که خیلی خوب میشه خرید کرد و چیز کرد، فروش اشپاگتی، ماکارنی و رشته فرنگیه، مخصوصا رشته فرنگی. الان دوست عربمون که داره چای میخوره میدونه که چقدر ما رشته فرنگی توی غذاهای ما رمضان درست میکنیم، شهریه درست میکنیم، خیلی خیلی خوشمزه است و فروش میره. لذا اینا موقعشه. ضمن اینکه ما الان دیگه
خیلی راحت اومدیم یه سری یه پلتفرمی رو معرفی کردیم که شما برید اونجا اطلاعاتتون رو بذارید. حالا ضرر نداره دیگه، نهایتا شما اطلاعاتتون رو بذارید و فروش انجام میشه، نگران نباشید. خب چه به عباسی پا توجه به این سالا که به حال تکلیف روشن پلتفرم جدیدی که تو دستور کار دارید که این شال ازش رو نمایی میکنه؟ نه اینو نمیگم، اینو که خودت، اینو خودت که دستن در کارش هستی و اینو اجازه بدید. ولی توی 6 ماهه اول 2023 هستش، تو 6 ماهه اول 2023 یک پلتفرمیه که میترکونه، جدا میگم. این پلتفرم هدفش بازارهای شمال آفریقا هستش تو فاز اول، کشورهای عرب زبان شمال آفریقا، یعنی از میخوام این شمال آفریقا رو فقط هدف نمیده، یه قوس آفریقا رو میخواد، از شرق سودان، سومالی، جیبوتی، مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مراکش، موریتانی، یعنی این اینجوری مشخص آفریقا رو اینجوری مد نظر داره. کشور عرب زبانن، پلتفرم کاملا عربیه برخلاف ای صلاح که کاملا انگلیسیه، و ورژن بعدیش اون پلتفرم کاملا فرانسه است، احتمالا پرتغالی هم داشته باشه ولی دیگه اسپانیایی و انگلیسی نداره. این دوتا چون توی پلتفرم های ما، توی پلتفرم هامون از گوگل ترنسلیت استفاده نمی کنیم. اگر دارید وبسایتی رو طراحی می کنید دوستان، اگر دارید وبسایتی رو طراحی می کنید خواهشاً وقت بذارید صفحه به صفحه ترجمه کنید، پول ترجمه بدید و صفحات وبتون رو جدا کنید. یعنی صفحه، اگر همون صفحه‌ای که دارید توش مثلا کالای ایکس رو می فروشید به عربی توضیح دادید، به موازات اون یک صفحه به انگلیسی یا فرانسه یا زبان هدفتون تهیه کنید. اینجوری نباشه که از گوگل ترنسلیت استفاده بکنید بعد میشه مثل این عرب‌های بعضی از شهرهای ایران، نمیخوام بگم کجاست، که فارسی رو با عربی قاطی میکنن، بعد میگفت که مثلا داشت تعریف میکرد به عربی، میگفت که ادامه کنه کاتابد فرمون چند سال داغون، باید بگه اگه من فرمون نمیگرفتم داغون میشدم، فرمون و داغونش فارسی بود بقیهش عربی بود. و اونجوری میشه ترجمه گوگل ترنسلیت که خیلی خیلی بده و اصلا مشتری از کالای شما بدش میاد و از وبسایت شما بدش میاد. ضمن این که اکثر اکثر این به حساب شرکت ایرانی از عکس های گوگلی استفاده میکنن که تو سرچشون چیزا خیلی تاثیر میذاره. حالا اینجا دیگه نمیخوام درس اینو بدم ولی میخوام بگم که از این اگر میخواین کار خوبی رو، اگر میخواین کاری رو بکنی، کار خوبی رو انجام بدید. پیامبر گرامی که امروز مبعثش هستش میگه که اذا عملت عملا فتقنه، اگر کاری رو انجام دادی اون رو به درستی انجام بده، دیگه آبگوشتی نباشه. اون پلتفرم رو انشالله الان توی اینجا دوتا از دستاندرکارای پلتفرم وجود دارن، با خودم بشیم 3 تا و طراح، یعنی برنامه نویس آینده احتمالی حضور داره، آقای دکتر دایدی که مشاور بنده است حضور داره و خودم. ولی پلتفرم خیلی خوبیه، فکر میکنم همه تون میتونید توی اون پلتفرم یه حرکت هایی رو بزنید. من خواهش میکنم، من ممنون از توجه شما ولی فکر میکنم بعد نیست این مسئله رو، حالا من میگم شما اصلاحش بکنم. با توجه به این که این صلاح قرار فقط در بحث مواد غذایی توش فرود پیدا کرده که خب میتونه تمام هدفی باشه که ما الان برای عید دومی که الان در ماه مبارک رمضان
عید فطر رو میخوام متمرکز باشیم. دوستانی که دارن در بخش صادرات کار میکنن، چون دیگه ممکنه که اینقدر این عید برای دیگر کشورهای عربی جدیه که هر خریدی رو انجام میدن، مثل خرید لباس نو، کفش نو و اقلام اینا رو میخوام. نه لا، چون اینا تو بستر ای صلاح نمی گنجه، درچه فکر کنم که بعد نباشه راجع به دیگر اقلام هم الان یادآوری بکنیم، چون فقط اقلام هم نه نه به عید فطر الان نمیرسه. ما الان که داریم با تفکر که برای بازارها چجوری این اتفاقات رو رقم بزنیم، حالا سال نو ما شاید برای دیگران خیلی اهمیت نداشته باشه. کشورهایی که شما در واقع توش دستندر کارید، عید فطر محرزه. حالا چه جنسایی که میخواد صادر بشه، انواع اقسام البسه چنان زنانه، بچگانه، مردم و مقام خیلی دیگه. فقط منظورم این بود که به اقلام خوراکی مبسنده نمی کنید. مرسی که شنیدید و ممنون از روم خوبتون. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. ما دیگه تقریبا فقط 5 دقیقه فرصت داریم تا ساعت 1:30، یعنی به حساب 1:30 ساعتمون تموم میشه، نه فقط ساعت 1:30. اگر دوستان فرمایشی ندارند ما کم کم مرخص شیم. همه عزیزان خوشحال شدیم دیدیمتون و همه رو به خدای بزرگ بسپرم. سلام و برقرار باشید تا یه وقتی. من به احترام همه عزیزان باقی میمونم که همه تشریف برن و روبرو ببندم. خواهش میکنم. دوستان نظراتتون رو به من توی چیز بگید، توی اینستاگرام. خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو بگید، چون جدا هیچ کس هیچی نمیگه و من فکر میکنم که مثلا خیلی سوپر استارم یا خیلی بدم. حداقل یه چیزی بدونم. فوش هم دادید حداقل یه چیزی بنویسید. در خدمت شما هستیم. خداحافظ شما.